بهبودی پایدار با وحید خدمت همه عزیزان و شنوندگان فهیم برنامه رادیو آینه مفتخر هستیم که در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه دیگه از بهبودی پایدار امیدوارم که حال دل همه شما خوب باشه و در آرامش باشین و همین که ما رو دنبال میکنین از شما بسیار سپاسگزاریم و امید این رو داریم که با هدفی که بنیاد آینه در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی و شناخت بیماری اعتیاد داره بتونیم قدمی رو برداشته باشیم و سهم خودمون رو در خصوص این موارد ایفا کنیم خب عزیزانی که هر هفته تشریف میارن و از تجربه دوران سیاه اعتیاد در گذشته و دنیای بهبودی صحبت میکنن این هفته من در خدمتشون هستم و طبق روال هفته های گذشته پاراگرافی از کتاب هوشیار زیستن از مجموعه کتاب های گمنام قرائت میشه و شما گوش میدید به تجربه های دوستانی که خدمتون عرض کردم سالیان سال در انجمن دوازده قدمی فعالیت میکنن و روز به روز این محبت الهی که اون بهبودی هستش که همه ما به این اقراق داریم که خداوند این رو در وجود ما گذاشته و ما به تنهایی نتونستیم این کار رو بسیار بزرگی که خداوند توسط عزیزان بهبودی یافته برای ما فراهم کرده بتونیم به این دست پیدا کنیم خب از کار خانم انتیز نجات خواهش میکنم که پاراگراف هایی از کتاب هوشیار زیستن رو برای عزیزان قرائت کنه و عزیزان بتونن تجربه خودشون رو نسبت به پاراگراف خوندشونه بیان کنن بفرمی تشکر میکنم از سرکار خانم عزیزاد که به این شیوایی پاراگراف کتاب هوشیار زیستن رو برای عزیزان قرائت کردن و اقا خواهش بکنم که از دوستانی که دعوت رو قبول کردن و برام خودشون اومدن در خصوص تجربهشون راجع به کتابی که خونده شد بفرمایید متشکرم از شما حاج عزیز خسته نباشید من اجازه فرمایید که یه ارزادبی خدمت شنوندگان داشته باشم و هم در دان عزیز ارزادب دارم خدمتشون ان شاءالله که حال دلشون خوب باشه و آماده شنیدن برنامه ما باشن هدف بنیاد آینه و ما و حاج کارگردان محترم برنامه در رابطه کاهش آسیب‌های اجتماعی است و رساندن پیام به خانواده های عزیز و همدردان عزیز که سایه ما رو میشنوند و دوستانی که در مسیر بهبودی قرار دارند که ان بتونیم یک برنامه خوبی رو در خدمت این دوستانی که دعوت من رو پذیرفتن شهرام عزیز محسن و داریوش عزیز که همیشه ما رو شرمنده خودشون کردن ان که این دوستانی که به عنوان کارشناس در خدمتشون هستیم و بالای 20 سال تجربه بهبودی دارن و فعالا در حوزه انجمن متادان گمنام و AA ای, ای خدمت دارن اینکه تجربهشون به درد شما شنوندگانی که مسیر رو دنبال میکنید خواهد بود خب ابتدا از دوستانی که دعوت میکنیم که تجربهشون رو در همین رابطه بفرمایند زمین معرفی خودشون و اعلام هوشیاری زمانش رو برای یک شنوندگان که بدونن که با این دوستان آشنا بشن که مسیر بهبودیشون تا چه حد هست و تجربهشون رو در همین زمینه برای دوستان بفرماین داریشون شما بفرمید اول به عنوان دوست مهمان که در رابطه با همون پاراگرافی که توسط سرکار خانم از این زیاد خیلی قشنگ قرائت شد بعد من سوالاتی در خدمت شما دوستان خواهم بود بفرمایید خواهش می‌کنم به نام آنکه عشق آفرید از خداوند ممنون و سپاسگزارم که با حمایتش امروزم لیاقت پیدا کردم زندگی دوباره رو تجربه کنم و درود میفرستم خدمت تک تک شنوندگان فهیم رادیو آینه برنامه بهبودی پایدار با وحید و عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان بزرگوار خودم و اساتیدی که به بنده افتخار دادن در جمعشون باشم از تجربهشون استفاده کنم داروش هستم یک الکلی با کمک خداوند امروز شدم 18 سال و 5 ماه و 13 روز از خداوند ممنون سپاسگزارم ارزم به حضورتون در رابطه با حالا پاراگراف و چیزی که حالا تجربه شخصی خودم چه در دوره مصرف و چه در مسیر بهبودی امروز باید واقعیت بیماری خودم بپذیرم من زمانی که پذیرفتم تسلیم شدم و اقرار کردم که یک الکلی هستم یک متاد هستم و عاجز و ناتوانم به برنامه دعوت شدم و دوستان کمک کردن تا من بتونم در مسیر بهبودی قرار بگیرم و امروز باید این رو بدونم و بپذیرم و آگاه باشم که با قطع مصرف در مسیر بهبودی این به این معنی نیست که مشکلات من کلا حذف میشه یه سری از مشکلات به دلیل حالا تهیه و مصرف و در اون چرخه بی پایانی که تکرار می شد و من به خودم و دیگران خسارت زدم و تاثیر الکل و ماده مخدر بر ذهن و روان و زندگی من امروز هم گاهن اون تاثیرات هستش و امروز باید در صدد حل این مشکل باشم و یه جایی باید بپذیرم همینطور که شهامت اقرار بیان کردن من یک معتاد هستم و امروز خداوند به داده این شروع اینه که من روی اون غرور کاذب گذاشتم و عنوان میکنم که من یک معتاد هستم و همین باعث میشه که هم خداوند هم دیگر دوستان منو بپذیرن با اون چیزی که هستم و بهم کمک کنن و اینه که بیماری الکلیسم یه قسمتی از جزی از وجود من شده و این به دلیل اینه که حالا روانشناسان و کارشناسان تشخیصشون بر اینه که یک ژن معیوب درون من بوده و من در محیط آموزش دیدم و اون کمبود و ضعف شاید آگاهی خانواده میتونست به من کمک کنه که من شاید گرایش به مواد مخدر و الکل نداشته باشم ولی به دلیل عدم آگاهی و در محیطی که من قرار گرفتم و چون یک کسری و کمبودی در ذهن و جسم من بود من گرایش به الکل و ماده مخدر پیدا کردم و همین باعث شد که من احساس بکنم به آرامش رسیدم و اون با مصرف کردن الکل و ماده مخدر درون پرتلاتوم خودم رو آروم کردم و احساس کردم نیمه گم شده خودم رو به دست آوردم و این شروع همه بدبختی ها بود شاید اون اوایل به نوعی مصرف الکل و ماده مخدر اوایل شاید یه پوهن خوبی میده یه امتیاز میده به نوعی بچه ها میگن دوره ما اصل یا دوره طلایی ولی به هیچ عنوان اینجوری نیست امروز حداقل آگاه شدم که دوره مسیر بدبختی من بود و شروع رسیدن به ته خطه بود و اینجا از خداوند میخوام کمک کنه به دوستانی که شاید بار اول میخوان مصرف کنن یا کنجکاو به مصرف هستن که خداوند حمایتشون کنه شاید قرار نیست هر کسی دعوت به انجمن بشه شاید تا مسیری برن که خیلی از عزیزان ما امروز از دست دادیم به همین دلیل و این پاراگراف دقیقا میخواد منو آگاه کنه مثل یه چیزی که در وجود من شاید امروز زدن عینک به چشم من یکی از قسمت هایی که من باید باهاش کنار بیام اگه این عینک نظرم شاید بینایی خوبی نداشته باشم یا خیلی چیزهای دیگه میتونه امروز جز واقعیت های زندگی من باشه بیماری هم با منه من هر چقدر که روش کنم در مسیر با مطالعه تجربه بچه استفاده کنم به آگاهی برسم بیماری در ذهن من هست اونم در کنار من اونم آگاه میشه و باید بپذیرم این بیماری تا آخر اون با من هست و من لازم و اجبار برای خودم میذارم که در مسیر باشم در کنار بچه ها باشم مطالعه داشته باشم تو جلسات حضور داشته باشم خدمت کنم تا بتونم مهارش کنم چون این بیماری فقط با متوقف کردنش من میتونم در مسیر بهبودی قرار بگیرم و حرکت کنم و با حمایت خداوند انشالله هم به رشد هم به تغییر برسم غیر از این اگه فکر کنم مطمئنا خیلی از بچه ها تجربه های تلخی دارن در رابطه با اینی که حالا لغزش کردن فقط به همین دلیل. بی تفاوتی میاد سراغ بی انگیزه میشم که حالا تا کی من باید ادامه بدم تا کی باید در مسیر باشم تا کی باید تو جلسات حضور داشته باشم این بی تفاوتی دقیقا همون روزنه که بیماری از من میخواد و ضربه میزنه و از امروز باید آگاه باشم از خداوند کمک بخوام فقط برای امروز زندگی کنم بپذیرم حتی اگر امروز من مقطعی را در مسیر بهبودی هستم و به نوعی حالا یه مقداری سن پاکی اومده بالا این به این معنی نیست که مشکلات من کلا حل شده در مسیر بهبودی با مشکلات و واقعیت های جدیدی روبرو میشم امروز باید مجهز بشم مشورت کنم و تجربه آگاهی و راهکار دیگر دوستان موفق استفاده کنم تا بتونم فقط برای امروز در مسیر بهبودی حرکت کنم و انشالله که خداوندم کمک میکنه در این مسیر موفق باشم متشکرم من یه سوالی به ذهنم رسید و همم میدونیم که ما ابتدای شروع به اعتیاد در کل اول از حالا نیکوتین و بعد نم نم به الکل ختم میشه خب حالا دلم میخواد برای اونایی که صدای شما رو میشنون الان بفرمایید برای اون نسلی که الان تفریح تفننی نمیدونم شروع کردن برنامه رو تجربهتون رو بگید که آخر این کار به کجا ختم میشه اینو خیلی دلم میخواد که شفاف برای این بچه های بیشتر نوجوانی که عاقبت کار رو نمیدونن من و شما رفتیم دیدیم باختیم اونا نبازن انشالله بفرمید خواهش ارزم به حضورت کن اولین درخواست من از خداونده که حمایتمون کنه نوجوانا و جوانا در شرایط خوبی به سر متاسفانه سن تخریب اعتیاد و بیماری اعتیاد پایین اومده و این چیزی که من حالا میخوام به عنوان یه دوست به عنوان کسی که این مسیر اتیادی رو رفتم و خیلی چیزا رو از دست دادم امیدوارم که خداوند کمک کنه اون دوستی که برای بار اول میخواد تجربه کنه لبش نخوره به الکل ماده مخدر و اگرم به حالا بر حسب حالا به هر دلیلی حالا اون عدم آگاهیه و حس کنجکاوی نداشتن تجربه در این مسیر قرار گرفتن میخوام بگم که دقیقا مصرف الکل و ماده مخدر چهار مرحله داره که میتونه به اون ته خطه برسونه که اون مرحله اولش هم اون مقدماتیه چیزی که ما سرشار از غرور بودیم و احساس میکردیم با دیگران با کسانی که کنار خیابون کارتون خوابن فرق میکنیم این غرور کاذب همون پایینی بود که بیماری اعتیاد به ما داد و اینی که من حق انتخاب داشتم کجا کی و چقدر مصرف کنم و شاید امروز مصرف میکردم یک ماه دیگه مصرف نمیکردم اون مرحله اول مقدماتی بود چیزی که می میکردم این همه از اعتیاد صحبت میکنن اینه و این همون چیزی بود که قرار بود منو در یک جا به بنبست برسونه و مرحله بعد میاد مرحله سردرگمی چیزی که دوز مصرف من میره بالا واسه اینکه اون حس سرخوشی رو دوباره تجربه کنم و بدن من ضعیف میشه و یه مقداری حق انتخاب از من گرفته میشه شاید اون موقع من از این عید به اون عید مصرف میکردم یا از این ماه به اون ماه ولی به یه نقطه میرسیم مدت مصرف یه مقدار کوتاه میشه و مرحله بعد همینجوری ادامه پیدا میکنه به یه جایی میرسه که سلامت عقل از دست میدم به دلیل مصرف الکل و ماده مخدر به نوعی اون صحت عقل از بین میره چون تاثیر مستقیم رو مغز میذاره حق انتخاب از من گرفته میشه مصرف من بالا میره و می میرم توی انکار میرم توی توجیه کردن و برای اینکه دیگران متوجه مصرف و اعتیاد من نشن دست به ماسک زدن میزنم و شخصیت غیر واقعی از خودم بروز میکنم اینجا همون جاییه که دیگه شروع میکنه اعتیاد تو شخصیت من تو ذهن و جسم من و زندگی من تأثیر بذاره و خیلی چیزها رو بگیره و امیدوارم که به مرحله آخر مرحله جنون و اون مرحله فاجعه نرسیم ان هیچ کدوممون چون خیلی از بچه‌ها هستن به اون ته رسیدن خیلی چیزاشون از دست دادن خیلی ها بر نگشتن و خیلیا ها پوچ برگشتن خیلی ها همه چیشون از دست دادن زن بچه خونواده موقعیت اجتماعی شغل همه رو از دست دادن و اومدن و خدا رو شکر امروز هم آدم های موفقی هستن و امیدوارم و تبریک میگم به کسانی که امروز آگاهانه و با اون چیزی که حسن خوبی که خداوند بهشون داده از تجربه رایگان دیگران مثل من نوعی استفاده کنن و این مسیر اعتیادی که تهش بنبست و نرن و هر جا ای که هستن امروز از خداوند درخواست کمک کنند و دستشون رو دراز کنن دست خداوند تو تمام جلسات بین بچه ها هست و دستشون رو میگیره و حمایتشون میکنه و سوال آخر این که داریوشان با توجه به اینکه ما بدبختی ها رو تجربه کردیم هممون هم و توی جلساتون به کرار عنوان کردن که الکل ماده مخدر است دیگه این هممون میدونیم این سوال برای این که شما به اون همدردایی که یا شروع کردن یا تو ذهنشونه یا مصرف دارن میکنن چرا با توجه به اینکه ما الکل رو خطرناکتر از هر چیزی میدونیم میایم باز بهبود پیدا میکنیم مدتی بی تفاوتی میاد سراغمون باز با الکل شروع میکنیم فکر میکنیم کنترلی اینو چه راهکاری دارید چه صحبتی برای این دوستان دارین که حالا تو این سه مورد دارن صحبت شما رو میشنون امروز یه مقدار من روشنبینانه و آگاهانه به این قصه نگاه کنم چیزیه که تجربه اولیه پیدایش انجمن الکلیای گمنام ای ای و بنیانگذاران این بیل ویلسون و دکتر باب بودن که الکلی بودن و اومدن و این بیماری رو با شناخت و کمک به همدیگه شروع کردن امروز شاید در جامعه ما یه باور غلطی هستش که به نوعی این باور در زمیر ناخودآگاه امثال من ثبت شده که عرق واسه مرد دود نامرده یه سری باورهای پوسیده و کلنگی و این متاسفانه باعث شده خیلی از بچه هایی که بالا با مواد مخدر چه سنتی چه سنتی بعد یه مدتی پاک میشن و چون شرایطی رو در رابطه با مصرف الکل نداشتن و تجربه ای نداشتن احساس میکنن تفاوت به قائل شدن بین الکل و ماده مخدر امروز به نوعی میتونه الکل کمکشون کنه یه دقیقا همون چیزی که بیماری میخواد و این تجربه ثابت کرده کسانی که بعد از قطع مصرف حتی مدتی هم پاک بودن با گرایش و مصرف بار اول الکل دوباره به همون مواد اولیه خودشون برگشتن و همه از دست دادن متشکرم از شما انشالله که همیشه بدرخشید و ما مضایمتون هستیم حلال کنید امید. امید. برم من. خواهش میکنم ان که سلامت و برقرار باشید خب در خدمت محسن عزیز هستیم که همیشه لط داشتن به ما اغلب مهمان ما به عنوان کارشناس دعوت میشن تو این برنامه در راستای آسیبای اجتماعی توسط محسن عزیز شکل میگیره انشالله که آرزوی سلامتی داریم براشون برای خودش و خانواده محترم دلم میخواد که بفرماین که در راستای حالا اون پاراگراف هوشیار زیستن که قرائت شد توسط خانم عزیز نشاد عزیز تجربهشون رو بفرماین بعد در راستای همین مسیر بهبودی و الکل و الکلیسم و چرا این دوستانی که قطع مصرف میکنن در راستای بهبودی باز با الکل شروع میکنن ما که گزیده شدیم بارها از این سوراخ از این مار نمیدونم فلان ولی چرا دوباره اینو تجربه میکنیم این درم میخواد که محسن جان شفاف بفرماین برای اون دوستانی که دوباره شروع کردن الکل رو با توجه به اینکه مزرات رو میدونن تجربه داشتن از قبل بفرمایید محسن جان هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر آرامتر از آهو بیباکترم از شیر هرگاه که میکوشم در کار کنم تدبیر رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر با نام و یاد خدا من محسنم یه الکلی و به لطف خداوند امروز شدم 21 سال و 6 ماه و 26 روز پاک از الکل و مواد مخدر سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فهیم رادیو آینه برنامه بهبودی پایدار با وحید و سلام به خوزدار محترم حاضر در استودیو و جناب رحمانی اگر بخوام به پاراگراف اولین چیزی که به ذهنم میرسه بگم اینه که پاراگراف همونجور که توضیح میده میگه که خداوند طالب لذت شادی و آزادی منه و با وجود اینکه این بیماری و سیاهی این بیماری و دردهایی که در سه بخش وجودی من به جا میذاره که بخش جسمی، ذهنی و روحی من هستش و مشکلات عدیده که در هر سه بخش برای من ایجاد میکنه اولین چیزی که من باید اینو به خاطر داشته باشم این هستش که این بیماری رو با تمام پستی و بلندیاش بپذیرم اولین گام بهبودی من زمانی شروع شد که من پذیرفتم که این بیماری رو دارم برای من خیلی سخت بود که اینو اقرار بکنم و زمانی که اقرار کردم کمک ها به من شروع شد زمانی که اقرار کردم که من حریف الکل و مواد مخدر نیستم و این بیماری سالیان سال کنترل و اراده زندگی رو از دست من خارج کرده و خودم نتونستم و تمام اراده شخصی من به شکست منتهی شد از اون لحظه کمک ها به من شروع شد و من وارد دنیای بهبودی شدم اوایل برای من خیلی دردناک بود که بپذیرم این بیماری رو هر از گاهی توی جلسات میشنیدم که میگفتن خدا رو شکر میکنم که من یه ام خدا رو شکر میکنم که من یک معتادم و خدا این بیماری رو به من داد برای من اصلا قابل درک نبود و من سالیان سال هرگز نتونستم این جمله رو به زبان بیارم و نمیتونستم بپذیرم که و ارتباط برقرار کنم با این جمله مگه میشه آخه تو این همه درد مصیبت بدبختی و حالا بگی خدا شکر که یه همچین بدبختی به من دادی اما میخوام بگم امروز دیدگاه من چیه من توی دعای صبحگاهی که حالا هر روز عادت دارم که ارتباطی با خدا میگیرم که خیلی بهم کمک میکنه یکی از صحبت که حالا با زبون دلم باش حرف میزنم اینه بهش میگم که خدایا دردی دارم که درمونش توی سری دارم که سامونش توی چون این درد اسم تو روشه دوستش دارم چون این درد خلع تو در وجودش نهفته به خاطر این من این درد و دوستش دارم و میپسندم و امروز من تازه فهمیدم و برای من درک امروز من این شکلیه که اینطوری من میتونم با این دردم کنار بیام حالا بخوایم حالا توی داستان هوشیار زیستن که یک کتابی هستش برای دوستانی که تازه استارت بهبودی به و پاک زیستن و زدن اگر بخوام راجع به این پاراگراف به شکل مناسب خودش صحبت بکنم دوست من مشکل اصلی من اینه که من کمبود قدرت دارم خداوند تو وجود من یه چیزی رو کم قرار داد و این نوخوشی روحانی که در من ایجاد شد اسمش همین بیماری الکلیسم یا بیماری اعتیاد شد و همونطوری که شخصی که پاشو از دست داده یا دستشو از دست داده یا یه چشم یا چه میدونم بیماری دیابت داره مجبور هستش که با این نقص عضوش تا آخر عمر زندگی بکنه من هم باید با این بیماری با این نقصم باید بتونم زندگی کنم و بپذیرمش و زیاد بهش فکر نکن یواش یواش این نقصم وقتی در وجودت پذیرفته شد جزی از وجودت میشه و میتونی آروم با زندگی بکنی بپذیریش پذیریش امورات تو همونطوری که من و دوستانی که تو این استودیو حاضر هستن تونستیم سالها با همین بیماری زندگی بکنیم و به لطف خداوند با وجود این بیماری امروز ما داریم لذت میبریم از زندگی لب به مطلب همینه که من بتونم اه یه زندگی عادی مثل یه آدم عادی داشته باشم و داستان این بود که اصلا من به خاطر همین رفتم سراغ الکل و مواد چون من نمیتونستم مثل مردم عادی زندگی کنم حالا امروز این برنامه به من یاد میده که چطور بدون مصرف الکل و مواد مخدر بتونم یه 24 ساعت مثل یه آدم عادی زندگی بکنم پول در بیارم نفس بکشم ورزش کنم با خانوادم ارتباط برقرار بکنم با جامعه ارتباط برقرار بکنم و بتونم لذت ببرم احساس لذت شادی و آزادی که امروز من دارم توصیفش خیلی سخته من حالا شاید توی مراسمی امروز مراسمایی که امروز حضور پیدا میکنم میبینم که آدمای عادی باید حتما با مصرف الکل سرخوش بشن اما من بدون مصرف الکل از همه اونا سرخوشترم و بیشتر از همه اینا لذت میبرم از اون مراسم قبلا من اگر توی مراسم عادی حتی مهمونی عادی میخواستم شرکت بکنم حتما باید یه چیزی مصرف میکردم تا بتونم مثل دیگران حرف بزنم تا بتونم تو چشم دیگران نگاه بکنم اما امروز خدا رو شکر به لطف این برنامه و دوازده قدم میتونم که توی تمام برنامه های اجتماعی شرکت مفید داشته باشم توی مراسم های شادی مثل مراسم های عروسی بدون هیچ کونه مصرفی از همه بیشتر با مردم ارتباط داشته باشم شاد باشم و لذت ببرم از زندگی متشکرم محسن جان حالا از اونجا که من اطلاع دارم بالای 21 سال بهبوری و داری توی مسیر و موفق هستی تو این زمینه و هنوز هم دست تو خدمت و تو کاره اینه میخوام ارز کنم که توی همین برنامه ما اسپانسر داریم به اسم راهنما که خیلی توجه داریم بر حالا زمین که امروز ما راهنما شما هم دعوت کردیم شهرام عزیز رو و حضوری در خدمتتون برای شهرام میخوام ارز کنیم که رمز موفقیت تو چی بوده تو همین زمینه آیا راهنما اسپانسر تونسته بهت کمک بکنه در این زمینه یا نه اینو صرفا به جهت اینکه دوستانی هستن که تو مسیر بهبودی خیلی هم زحمت میشن میان جلسات رو ولی راهنما رو یه خورده سخت قبول میکنن یا اگر راهنما دارن اسمن راهنما دارن میخوام اینم نظر شما چیه که الان بالای 21 سال تجربه بهبودی داری بفرمایید خواهش کنم خواهش میکنم ارزم به حضورتون که یکی بزرگترین عواملی که توی بهبودی من از ابتدای امر از سال 81 سه آذر 81 که من وارد این انجمن شدم تا به امروز تونستم موفق باشم پاک باشم و یه زندگی بالاخره حالا عادی داشته باشم و بتونم خدمت بکنم وجود اسپانسر یا راهنما بوده آفرین من روزانه توی تراز قدم دهم یکی از چیزهایی که از خداوند شک گذاری میکنم به خاطر وجود راهنمای عزیزمه و وجود انجمن وجود دوستان خوبی که تو برنامه دارم راهنما یا اسپانسر حالا نقش خیلی خیلی مهمی برای من داشته و داره و من میشنوم که همین الان توی جلسات الکلی ها خیلی ها این موضوع رد میکنن و دلیلشون هم این هستش که میگن که الکلی ها خدا مهوره و وقتی خداوند هست نیازی به وجود راهنما نیست حالا من میخوام بگم که چرا اتفاقا ما با وجود این که خداوند و زیربنای این برنامه ارتباط با خداوند هستش و وحث شدن به او چرا ما نیاز داریم به یه آدم دیگه دلیل اولش توی قدم چهار و پنج که من باید برای یه انسان دیگه اقرار بکنم خب چه کسی بهتر از راهنما یا اسپانسر که منو پذیرفته به من عشق میده بدون منت میتونم آزادانه حرفمو بهش بزنم بدون اینکه قضاوت هم بکنه بدون اینکه حرفمو جایی ببره و خیلی داستانهای دیگه تاثیرگذار بوده برای حتما اصلا باعث آزادی و رهایی اولین قدمی که باعث آزادی من شد قدم پنج و اقرار به راهنمام بود حالا یه چیز دیگه بلی... میخوام خدمتتون عرض بکنم اه... توی یه بخشی از کتاب الکلی های گمنام راجب این صحبت میکنه که دوست الکلی اومد پیش دکتر یونگ و مدت شش ماه پیش اون موند و پاک شد و دکتر یون کاملا هر چیزی که میدونست از علم روانشناسی به این آدم یاد داد و عرضم به حضور شما که به محض اینکه بعد از شش ماه این آدم که تاجر موفق و خیلی بعض مالی خوبی هم داشت از دکتر جدا شد میگه به محض این که وارد کشتی شد هنوز از سواحل اروپا دور نشده بود شروع کرد به مصرف الکل زمانی که دوباره برگشت و صحبت کرد و علت رو پرسید از دکتر یونگ دکتر که خیلی تاثیر بزرگی تو انجمن ما داشته و اکثر دوستان اسمش به گوششون خورده و آشنا هستند که ایشون چه شخصیتی بوده یه مطلبی عنوان میکنه میگه شما الکلی ها دو تا مطلب هست که تا آخر عمر با شما همراهه یکی توهم یکی انکار توهم یعنی اینکه اون چیزی که غیر واقعیه و من اونو واقعی میبینم و انکار اون چیزیه که واقعی و من اونو غیر واقعی میبینم و من اونو منکر میشم و دکتر یونگ به این نکته اشاره میکنه که شما الکلی ها تا آخر عمرتون این دوتا همیشه با شماست هر چقدر هم که جلو برید هر چقدر هم که بالا برید هرگز از این دوتا مطلب دور نمیشید و این با شماست تنها کسی که میتونه به من الکلی امروز کمک بکنه که بتونم فرق توهم و انکار و با واقعیت و با واقعیت و حقیقت بتونم درک بکنم و تفکیک بکنم شخص راهنما متشکرم متشکرم از شما ممنون البته من میدونم اینا رو اطلاع دارم وحید مستظر هستن اما برای شنوندگان عزیز خیلی مهمه که مقطع پایینی هستن که این باید توجه داشته باشن که تنها کسی که میتونه به ما کمک کنه در راستای بهبودی غیر از حضور در جلسات مرتب نقش همون اسپانسر که همون راهنماست که ما در خدمتشون هستیم و همینجور که شما هنوز مشورت میکنید من و باید هنوز ارتباط داریم رمز موفقیتون هم همین خواهد بود در خدمت دوست دیگه هستیم اینشانا بریم اتاق فرمان برگردیم در خدمتشون خواهیم بود خواهش در خدمت شهرام عزیز هستیم خیلی خوش آمدید تو برنامه ما لازم به ذکری که عرض کنیم خدمت شهروندگان محترم که شهرام عزیز رو ما دعوت کردیم تو این برنامه به چند جهت یک یه تجربه بالایی دارن در رابطه با های اجتماعی یاد بعد روانشناس و آسیبشناس هستند مؤسس یک خانه محبت هستن در رابطه, با قطع مصرف و حالا ترک احتیاط که اصطلاحا میفرمایند برنامه ما هم شهرام جان و هدف بنیاد آینه و بهبودی پایدار با حاج بهید در همین زمین است که ما شما رو زحمت دادیم که هم بتونیم یک آگاهی به خانواده ها بدیم در راسته با آسیبای اجتماعی یکی به همدردا کمک کنیم که در حال مصرف هستن چون شما دست به خیر دارید رایگان بستری میکنید ما از همین یاد اعلام میکنیم که اگر مریضی هست حالا از زبان خودتونم خواهد چنین که به شما معرفی بشه انشالله در همین زمینه کمک اون دوستانی بکنیم که هدف برنامه ما هم همینه و بنیاد آینه و در راستای پیام بهبودی به خانواده های عزیز توسط شما که دستی تو کار دارید در همین زمینه و کلاس های توجیه خانواده داریم برای خانواده ببینید در همین زمینه با شما بحث خواهیم کرد که بتونیم اینشالا یه راهکار خوبی رو را هم برای مصرف کننده ها داشته باشیم هم برای اونایی که مسیر بهبودی رو دارن طی میکنن هم برای خانواده که با مریضشون چوری رفتار داشته باشن ما در خیمت نستیم زمین معرفی خودتون در خدا سلام عرض خدمت شما علی عزیز حاج وحید عزیز آقا محسن آقا داریوش باز هم این جمله رو تکرار میکنم از برنامه شما خیلی خوشم میاد به دلیل اون سادگی که تو این برنامه دارید و اجرای ساده سخنان ساده شما لطف میکنم بعد بر. برنامه انجمن دوازه قدمی هم همینجوری ساده است تو خود کتابم نوشته شده ساده هست ولی آسان نیستش من اه اه یه مسئله داشتین در مورد الکل میفرمودین که چرا بعد از یک مدت پاکی بعضی به سمت الکل میرن خیلی اوقات من اینه شنیدم که یه نفر سالها پاکه ولی مجددا برمیگرده به سمت الکل در واقع دوباره به سمت تاریکی میرن بعد اووردوز کرده بود بله کرده اصلا به رفته بله. اینه که واقعا در مورد اعتیاد ما هیچی نمیدونیم. من یه موقع از من سوال میکنم که مفهوم اعتیاد چیه؟ شما اعتیاد رو برای من تعریف کن. یا بین مثلا همکارامون صحبت میشه که اه اه میتونی اعتیاد رو تعریف بکنی. برای این مفهوم رو تعریف کن. من واقعیتش اینه که جوابم نهه. یعنی من هیچ تعریفی از اعتیاد نداریم. من نمیدونم اعتیاد چی اما میتونیم ترسیم بکنیم یک فرد معتاد بله یک فرد معتاد اگه بخوایم عکسش رو بکشیم رسمش بکنیم یک آدمی رو باید بکشیم که دارای دو تا سره یعنی هر چقدر بهش نزدیک بشیم به یه سرش نزدیک میشیم و به خاطر همین هم هستش که راهنما میتونه نقش خیلی خوبی رو داشته باشه در واقع از طرف قلب به اون شخص نزدیک بشه این تو ذهنم بودش که واقعا بله خیلی یه دفعه به سمت تاریکی میرن شاید خیلی اوقات همه کارا رو درست انجام میدیم مثلا قدیمی ها میگفتن همه حضورشون خوب میگیرن تطهیر میکنن سجاده رو پر میکنن اما نماز پشت به قبله میخونن یعنی یه جای کار ایراد داره. در واقع ایراد, داره, بله. چاری که آقا محسن عزیز داشت میگفت در واقع اجرا نمیشه حالا ممکنه سالها و سالم باشه که ما پاک باشیم و این اتفاق نمیفته و هیچ کس نمیتونه به یه معتاد نزدیک بشه یعنی انقدر این حالا من اسم بیماری نمیذرم. این حالا بیشتر بیماری بیماری هم هست ولی بیشتر یک اختلاله چون بیماری یک ریشه مشخصی داره مثل بیماری مثلا قند ما کسی که بیماری دیابت داشته باشه میدونیم که خب حالا مشکلی یه مشکلی، یه قرص متفرمی میخوره خوب میشه اما اعتیاد بیماری نیست یک اختلال ریشه مشخص و مبینی نداره ممکنه ژنتیک باشه ممکنه نباشه ممکنه من بعضی اوقات فکر میکنم نقش خانواده برای اینکه حالا من دچار این اختلال نشم چی بوده میبینم واقعیتش اینه که خانواده نقش زیاد مهمی یا نمیتونستن ایفا بکنن من خانواده های زیادی ها دیدم که پدر استاد دانشگاه مادر استاد دانشگاه و در حوزه روان هم دارن کار میکنن تو رفتار درمانی کار میکنن ولی فرزندانشون دچار اختلال شد حالا همینجوری که شما میفرمایید فرمان شهر تو فرمایشتون اومدم خود منم که الان در خدمت شما دوستان هر هفته هستیم حاج وحید بزرگانی دعوت میکنیم روانشناسانی دعوت میکنیم مثل شما استادایی رو دعوت میکنیم خود من درگیر همین قضیه هستم نمیتونم بیمارم اونجوری که باید رشدش بدم و همیشه اسیر و ماجرای مؤسسه هست دقیقاً درست میفرمایید یکی از چیزهایی که ما تو خانواده ها یعنی یه مطلبی من تو کلاسایی که حالا برگزار میکنیم برای خانواده ها یک مطلبی و همون اول اول کار روی بورد می نویسم. که بهترین کاری که ما برای به خانواده که حالا معتاد فرزند معتاد دارن فرزند الکلی دارن چه کار باید کرد بهترین کار اینه که هیچ کاری نباید کرد یعنی شاید ما آخرش به این نتیجه برسیم که هیچ کاری نباید انجام بدیم در واقع عمل ما در بی عملیه حالا اینی که متاسفانه خانواده ها این شنین هستش من هم نسبت به عزیزانم نسبت به فرزندم حتما این مشکل رو خواهم داشت احساسی نسبت بهشون انجام میدیم و به نتیجه نمیرسیم معمولا فکر <applause> کنم هفته پیش بودش حاج بعیدی برنامه قشنگی داشتن در مورد خانواده یکی دو هفته پیش بود این این کلمه رو من عرض کردم که نامحرمترین افراد برای بچه هایی که دچار آسیب هستن اعتیاد دارن نامحرمترین افراد در واقع پدر و مادر هستن یعنی نمیتونن بهشون اعتماد کنن به هم آلان و هم سالان خودشون بیشتر میتونن نزدیک بشن چرا دلیلش چی میتونه باشه شرام جان. دلیلش اینه که زمانی که اینها با صدق و صداقت صحبت میکنن حالا یعنی من مثال خودم رو باشون برخورد میشه یعنی ما خانواده ها بیشتر سعی میکنیم تعدیب بکنیم تربیت بکنیم نگاهمون نگاه عمودیه نگاه از بالا به پایین تحقیرشون بکنیم بله حتی اکثر بچه هایی که میان تو انجمن یه جمله یا میگن میگن ما روانشناس به ما هیچ کمکی نکردن چرا کمک نکردن؟ چون روانشناس از بالا به پایین نگاه کرد از بالا به من نگاه میکرد ولی یک نفری که همتای من بودش اومد و از خودش برای من گفت من باش احساس نزدیکی کردم میدونین من اولین باری که اعلام کردم که من شهرام هستم یک موتاد دفعه اولی که اعلام کردم و کف که برام زدن صدای جرق جرق شکسته شدن غرور خودم رو احساس کردم از اون پشت اون دیوار انکار یه دفعه اومدم بیرون یه چیزی هستش توی حالا صحبتی هستش تو این ها شخصیتی معتاد معمولا شخصیت نمایشیه یعنی معمولا حتی بعد از سالها پاکی شخصیتی یعنی میخواد به دیگران ثابت کنه که من این چنین هستم میدونید کاری که دوازده قدم میکنه در واقع میاد ما رو از اون شخصیت نمایشی دور میکنه ما میریم پیش یک نفر میشینیم من یادم پیش راهنمام خدا رحمتش کنه بهش گفتم که من تا الان 70 80 درصد با خیلی با کسی که خیلی خیلی صادق بودم 70 80 درصد صادق بودم ولی به هر حال 20 درصد ناصادق بودم اما امشب بشین من میخوام برای تو همه چی رو تعریف بکنم همیشه ترس داشتم از اینکه یه چیزایی داشتم پنهان کرده بودم و کسی اطلاع داشته باشه یادم اون روز تصمیم گرفتم بهشم گفتم گفتم امروز تصمیم گرفتم که تا آخر ترسان برم خسته شدم از بس که این مکنونات قایمش کردم پنهانش کردم و همش دارم انرژی صرف میکنم که این داره قایم, کنم و اون عزیز نشست و گوش کرد و گوش کرد و گوش کرد و هیچ سخنی نگفت این وجه افتراقش در واقع تفاوت یک راهنما تفاوت یک نفری که میخواد تو بهبودی به من کمک بکنه با خانواده در اینه در واقع راهنما از هنر گوش کردن استفاده میکنه و میشنبه با جان و دل میشنبه ولی خانواده این چنین نیست خانواده گاهی اوقات اجازه نمیده کلام منعقد بشه و بالا فاصله شروع میکنه رو نصیحت کردن در جهت در واقع بهبود اون شخص حرف میزنه ولی متاسفانه فرد آسیب دیده پذیرا نیستش کار کردن با یک فرد معتا توی خانواده مثل راه رفتن روی یخ میمونه خیلی حساسه یعنی اگر ما بخوایم به مثل اینکه مثلا ما یه بیمار دور از اون سرطانی داشته باشیم تو خونه بخوایم بهش کمک بکنیم چجوری باید هممون بسیج باشیم همدل باشیم خیلی حرفا رو نباید بهش بزنیم خیلی حرفا رو میریم پشت در میزنیم بغضمون رو پشت در داریم و جلوی اون بیمار سرطانی خودمون رو خیلی خوب نشون میدیم کار کردن با شخصی که دچار اختلال اعتیاد هم هست همینجوری یعنی خیلی اوقات خیلی حرفا رو نزنیم بهتره یا دیرتر بزنیم بهتره متشکرم از شما شهرام جان خدمت شما از کنم که خیلی خوب با آرامش و تومنینه اونجوری که هم ما دلمون میخواستم شنوندگان تجربه رو در اختیار شنوندگان گذاشتید اما اگه از فرمایید برای هفته آینده انشالله به عنوان اولین نفر ما از شما دعوت بکنیم که روزنامه کاریتون رو بفرمایید برای شنوندگان چه رابطی دارین خدمت میکنین الان حرفتون چیه خودتون رو بیشتر معرفی کنین برای شنوندگان و مسیری رو که الان دارین در راستای آسیبای اجتماعی طی میکنین خیلی متشکر از حضورتون ایزه که تحلیل های حاج هم داشته باشیم بعد در خواهیم بود حاج آقا در هستیم تشکر و سپاس دارم از که تجربهشون رو بیان کردن. و هرچی که جلوتر میریم قصه فقط درده و عزیزانی که صحبت میکنن از دردها داغ آدم هی تازه میشه که چرا من وقتی در خیابون حرکت میکنم نمیتونم به یه جوونی که داره سیگار میکشه داره مصرف مشروبات الکلی میکنه یا مواد مخدر مصرف میکنه نمیتونم چیزی بگم چون احساسم اینه که انقدر سطح آسیب تو این سرزمین زیاده که آدم فقط دردها رو درون خودش میریزه و عزیزانی که مثل شم میسوزن و پرپر میشن متاسفانه با آمدن موادهای محرک یه موقعی واقعا من واقعا دیگه نمیتونم این وقتم نمیکشه انقدر آمارها آزار دهنده است که اصلا مصرف گل و نمیدونم این چیزا اصلا عادی شده بین جوان حالا آقا حالا همین حس احساس شما رو من دارم تو فرمایش شما آدم خود منم دارم عذاب میشم بهترین سرمایه اجتماعی ما نسل جوونه میتونه تو خدمت بکنه تو مملکتمون ولی درگیر مصیبتن زیر 15 سال 16 سال دارن این موادهای جدید مصرف کنند یه چیزهایی من از قبل از عید میخواستیم ما یه برنامه راجع به نوجوان‌ها درست کنیم تحقیقاتی کردیم این عزیزان ای حضور ذهن داشته باشی اینجا دعوت کردیم بله ولی اینقدر درد زیاده اینقدر صحبت هایی که میکنن آدم نمیدونه چیکار کنه خدایا ما هممون یه سهمی بر می داریم و گفتارمون رو میگیم امید که اون اتفاق قشنگ اون اتفاق روحانی در وجود عزیزان بیفته که بدونن آخر این داستان نیستی هست بزرگ نیست بارم خدا با و یارم 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 بهبودی پایدار با وحید